خوزستان دیار آب و آفتاب قسمت اول. استان خوزستان با مساحت 64236 کیلومتر مربع در جنوب غربی ایران قرار دارد. فاصله شهر اهواز مرکز این استان تا تهران 880 کیلومتر می باشد. این استان از شمال به لرستان، از مشرق به چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد، از جنوب به خلیج فارس و از مغرب به کشور عراق محدود می شود. در حدود 5000 سال پیش سرزمین ایران در روند تکاملی از دوره پیش از تاریخ گذشته و در مناطق جنوب و جنوب غربی به مرکزیت شوش وارد دوره تاریخی جدیدی گردید. یکی از قدیمی ترین تمدن‌های بشری در 6000 سال پیش در شوش پدید آمد. 1000 سال بعد دولت مقتدر ایلام در شوش پایه‌گذاری شد و در سایه این امر تحولات و پیشرفت‌های مهمی در امر کشاورزی، اجتماعی و اقتصادی صورت گرفت که در ضمن این تحولات دو پدیده مهم به چشم می‌خورد. یکی ابداع خط و دیگری تشکیل نخستین حکومت مرکزی در این منطقه. به عبارتی پایه‌های اولین حکومت مرکزی در ایران در اولین هزاره سوم پیش از میلاد با روی کار آمدن سلسله‌های ایلامی بوده که تا حدود سال‌های 640 پیش از میلاد موجودیت داشتند. سرزمین ایلام به مملکتی اطلاق می‌شد که شامل ولایات خوزستان، لرستان، پشتکوه و کوه‌های بختیاری بوده و شهرهای مهم آن شوش، ماداکتو بر روی رودخانه کرخه، خایدالو در محل خرم‌آباد کنونی و اهواز که در این محل یکی از تمدن‌های مهم باستانی به وجود آمد. این سرزمین به دلیل دارا بودن موقعیت ویژه جغرافیایی و اقلیمی و همچنین به دلیل وجود رودخانه‌های بزرگی همچون کارون، کرخه، دز و مارون، رهاورد امکانات وافری در خصوص کشاورزی، صنعتی، بازرگانی و اجتماعی به همراه داشته و در طول تاریخ اقوام مختلفی را در خود جای داده است. وجود ذخایر، منابع و شرایط ممتاز طبیعی همراه موقعیت مناسبی برای استقرار و اسکان اقوام مختلف را در این استان به وجود آورده که ساکنان آن با دانش بالا و هوش ذاتی و پشتکار خود از آن غافل نبوده و حد اکثر استفاده را از این موهبت خدادادی نمودند. وجود آثار معماری با ارزش در جای جای این سرزمین کهن مؤید این تلاش و پشتکار است. برای مثال، اولین تاق‌های قوسی جهان، اولین استقرار و آغاز شهرنشینی، اولین تصفیه‌خانه جهان با استفاده از قوانین فیزیکی، اولین گیاه اهلی شده و غیره، همه در این استان اتفاق افتادند. استرابو، جغرافیدان عهد باستان، خوزستان را بزرگترین جلگه حاصلخیز جهان می داند. شهر شوش که کهن‌ترین شهر جهان محسوب می شود، در عهد باستان به عنوان کانون مذهبی ساکنان ایران بنیاد گرفت. این شهر در شمال غربی استان خوزستان و به فاصله 135 کیلومتری از اهواز قرار دارد.
شهر شوش با قدمتی 5000 ساله اولین خاستگاه شهرنشینی و یک جانشینی است. این شهر باستانی در گذشته تاریخ پایتخت امپراتوری بزرگ و متمدن ایلام و هخامنشی بوده و در دوره‌های پارت و ساسانی و اسلامی دارای رونق فراوان بوده است. بارگاه دانیال نبی یکی از دیدنی‌های بجامانده از عهد باستان است. دانیال یکی از پیامبران قوم بنی اسرائیل در قرن هفتم قبل از میلاد است. دانیال نبی به سبب وجود فضای امن و آزاد ایران به همراه عده‌ای از قوم یهود به ایران مهاجرت کرد و در شوش سکنا گزید و سرانجام در این شهر وفات یافت. آرامگاه زیبای دانیال نبی در ساحل شرقی رودخانه شاور روبروی تپه ارگ قرار دارد. بنای زیارتگاه شامل دو حیاط است و بارگاه آن حضرت به صورت چهارتاقی با گنبد مخروطی کثیرالاضلاعی ساخته شده و دارای دو مناره با پوشش کاشی است. این مناره ها در سال 1330 هجری قمری بنا گردیده است. درباره حضرت دانیال نبی، حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام فرموده است: هر کس دانیال نبی را زیارت کند، مرا زیارت کرده است که او برادر من است. پس از زیارت دانیال نبی از فراز تپه باستانی شوش نگاهی به بلندای تاریخ این شهر کهن کرده تا نظارگر شکلگیری اولین نقطه شهرنشینی در بستر تاریخ بشریت باشید. آنچه امروز از آن شوش باشکوه باقی مانده است خرابه‌های 4 تپه است که تپه باستانی شوش نامیده می‌شود. این 4 تپه با نام تپه آکروپول، تپه آپادانا، شهر شاهی و کاخ شاور قسمت‌های شوش کهن را نمایانگر است. بلندترین نقطه این تپه آکروپول نام دارد. این ناحیه باستانی بر سکوی بلند و بزرگی به ارتفاع 10 متر و طول 80 متر بنا گردید و بر روی آن معبد و در جوار آن ساختمان‌های اداری و اقتصادی ایجاد گردید که آثار برخی از آنان تا امروز به جا مانده است. این تپه از سطح زمین 30 متر ارتفاع دارد و دارای لایه‌های مختلف در فصول گوناگون گذر تاریخ از عهد باستان تا دوره اسلامی است. در حدود 4300 سال پیش دو معبد بزرگ برای اینشوشیناک و الهه نینهورساک روی این تپه ساخته شده است. هسته اولیه شهر شوش بر فراز تپه آکروپول شکل گرفته است که ابتدا به وسیله ایلامی ها ساخته شده و سپس کاخ آپادانا به دستور داریوش پادشاه هخامنشی در حدود سالهای 512 قبل از میلاد
بر روی بقایای معماری ایلامی بنا گردید. در این تپه باستانی آثار 27 لایه شهری کشف گردیده است. بیشترین آثار مهم و باستانی شهر شوش روی این تپه کشف گردیده. اولین قانون حقوقی و اجتماعی بشر معروف به لوح حمورابی نیز در این منطقه کشف گردید که مکنون اصل آن در موزه لوور فرانسه و نوع مصنوعی آن در ایران می باشد. یکی از تپه‌های باستانی شوش به نام آپادانا نامیده شده که به دستور داریوش هخامنشی بنا گردیده و بر اساس سنگ نوشته کشف شده به 3 زبان ایلامی، پارسی باستان و بابلی به نام آپادانا ثبت گردیده. آپادانا به معنای بارعام و بازدید و ملاقات مردمان با شاه است. سبک جدید معماری هخامنشیان در ایجاد این کاخ مجلل که از جنس سنگ می باشد کاملا مشهود است. داریوش هخامنشی شوش را به عنوان یکی از پایتخت‌های هخامنشیان انتخاب کرد. او در این شهر برای خود کاخی با شکوه ساخت که امروزه تنها تهستون‌های آن به چشم می‌خورد. زیباترین آثاری که از کاخ آپادانا به دست آمده شیرهای قرآن، گاو و سربازان سپاه جاویدان است که روی کاشی‌های لعابدار با رنگ‌های گوناگون نقش گرفته است. تنها سرستون به جا مانده در محل از کاخ آپادانا شاکله گاوی دو سر است که به اطراف گردن این گاو گل نیلوفر آبی نقش بسته است که 12 برگ آن نمادی از 12 ماه سال است. یکی از اشیاء مهمی که از دروازه کاخ آپادانا کشف گردیده مجسمه سنگی داریوش هخامنشی است که این مجسمه همکنون در بخش ایران باستان موزه ملی ایران در تهران نگهداری می شود. در شرق آپادانا و آکروپول تپه مرکزی یا شهر شاهی قرار گرفته است. این شهر محل زندگی درباریان بوده است. کاوش‌های باستان‌شناسی ثابت کرده که در طی دوران گذشته از عهد باستان تا دوره اسلامی این تپه 15 شهر را در دل خود جای داده است. در شرق تپه شهر شاهی، شهر کارگران یا صنعتگران قرار داشته است که در این بخش از تپه باستانی آثار و ابنیه‌ای 3 طبقه که هر کدام به قطر 2 متر بوده کشف گردیده است. در فاصله 400 متری در غرب تپه آپادانا و در غرب رود شاور کاخی هخامنشی کشف گردید که آن را شاور نامگذاری کردند. سنگ نوشته های به دست آمده حاکی از آن است که این کاخ توسط اردشیر دوم ساخته شده است. این کاخ با وسعتی بالغ بر 3 هکتار تالاری با 64 ستون به وسعت 1300 متر را در خود جای می داده است و کفپوش کاخ آجری بوده که بقایای آن هنوز قابل دیدن است. قلعه شوش بر فراز تپه آکروپول قرار گرفته است. در اواخر قرن 18 میلادی، زمانی که باستانشناسان فرانسوی به سوی شهر شوش روی آوردند، طی تحقیقات و بررسی‌های مختلف متوجه شدند که در این ناحیه از کشور باستانی ایران مقادیر بسیاری از آثار و ابنیه تاریخی وجود دارد و از آنجا که عملیات کاوشگرانه آنان سالها به طول خواهد انجامید، لذا جهت اسکان خود اقدام به ایجاد بنایی نمودند که همکنون با نام قلعه شوش معروف است.
اما آنچه در نگاه اول به نظر می آید، شکل این بنا همچون قلعه های نظامی است. قلعه باستانشناسان فرانسوی با طرح و معماری قرون وسطایی اروپا و به منظور محل اقامت و نقطه متمرکز و امن برای گروه کاوشگران بنا کردید. نمای قلعه زوزنقه‌ای شکل است که قاعده کوچک آن در سمت شمال قلعه واقع شده است. مصالح به کار برده شده در این قلعه تماماً از آجرهایی است که این گروه از حفاری‌های تپه‌های باستانی شوش یا از معبد چغازنبیل به کار گرفتند. آجرهای مختلف با رنگ و لعاب‌های خاص و زیبا و خطوط حک شده بر آن که هر کدام کتیبه‌ای ارزشمند به شمار می‌آیند. و جالب آن که آجرها و دیوارهای این بنا خود به تنهایی موزه‌ای هستند برای علاقمندان به تاریخچه مصالح خشتی و آجرین. دورادور قلعه را راهروهای احاطه کرده است و اتاقهایی به ردیف گرداگرد آن قرار گرفتند. برج شمال غربی قلعه مربع شکل و برج شمال شرقی آن دایره وار و بنای قلعه به لحاظ قرار داشتن بر بلندای آکروپول از نقاط زیادی قابل رؤیت است و معماری این قلعه آجری و به گونه ای است که بر همه محیط این گستره باستانی اشراف کامل داشتند. کاوش‌های باستانشناسی که برای اولین بار بر روی این منطقه انجام گردید، توسط یک گروه فرانسوی به سرپرستی مادام ژان دیو لافوا در حدود 130 سال پیش انجام گرفت که اشیای کشف شده تماماً به موزه‌های فرانسه منتقل شد. این آثار گرانبها به وزن بالغ بر 500 تن توسط باستانشناسان فرانسوی در سال 1886 میلادی به تاراج رفته و به موزه های آن کشور منتقل گردید. آثار معماری به جا مانده گرچه توسط کاوشگران فرانسوی به غارت رفت، اما ذهنیت آدمی را به نکته‌ای شگفت‌انگیز رهنمون می‌سازد که در جای جای این کشور پهناور در همه فصول تاریخ مردمان این سرزمین دارای توان علمی بالا بودند و این روند علمی و فرهنگی و هنری با گذر زمانهای متمادی هنوز در حافظه کهن این مرز و بوم به جا مانده و آشکار است. در جنب پایینی قلعه فرانسوی ها و در باغ مصفایی موزه شوش احداث گردیده که بهره برداری از آن در سال 1345 خورشیدی آغاز گشت. در محوطه بیرونی این موزه تعدادی از آثار حجاری به دست آمده از تپه‌های باستانی شوش به نمایش گذارده شدند که پیشتر آمدی جهت نمایش اشیاء دیگر که در داخل بنای موزه قرار دارند می باشند. سرستون‌های کاخ آپادانا و آکروپول با شکوه خاصی به نمایش در آمدند.
پیکرک‌های الهه باربری، ظروف مختلف و خشت‌های لعابدار منقوش به گل نیلوفر از جمله اشیاء موجود در این موزه است. بالاخره نقش سربازان جاویدان بر روی کاشی لعابدار که نمونه ای ساخته شده از روی کاشی های اصلی است که همکنون در موزه های اروپا می باشد. در فاصله 105 کیلومتری شهر اهواز و در 35 کیلومتری جنوب شرقی شهر شوش، یکی از اعجاب‌انگیزترین آثار باستانی ایران متعلق به 3200 سال پیش، مشهور به زیگورات چوغازنبیل قرار گرفته است. معبدی بزرگ که به صورت مطبق بنا شده و امروزه دو طبقه از آن هنوز باقی است. چوغازنبیل بزرگترین اثر به جا مانده از تمدن ایلامی است و یکی از بزرگترین زیگورات‌های جهان به شمار می‌آید. این معبد در زمان ساخت دارای 5 طبقه بوده و ابعاد آن 105 در 105 متر و به ارتفاع 52 متر بوده است. عملیات باستانشناسی در این منطقه از حدود سال 1325 خورشیدی آغاز و تا سال 1341 ادامه یافت. این عملیات توسط رومن گریشمن باستانشناس فرانسوی انجام گرفت و در این میان مجموع اطلاعات وسیعی در ارتباط با ساختار زیگورات و معابد مجاور آن در اختیار باستانشناسان قرار داده شد و نظریه‌های تاریخی دوره ایلامی را نیز غنی‌تر نمود. محوطه چوغازنبیل از طریق 7 دروازه با محیط اطراف ارتباط دارد. نمای ساختمانی چوغازنبیل آجوری است و در میان آجرهای بکار برده شده، آجرنوشته‌هایی با خط ایلامی و اکدی چشم‌ها را به سوی خود خیره می‌کند. این آجرها روی بدنه زیگورات به فاصله هر 10 رج تکرار شده است. این خطوط نمایانگر آن است که این بنا چگونه و به چه منظوری اجرا گردیده است و در واقع شناسنامه این بنا می باشد و علاوه بر این برای زیبایی بیشتر بنا و تزئینات آن از آجرهای لعابدار و اندوده های گچی و گلمیخ های سفالین استفاده گردیده است. بر مبنای طبقات اول و دوم می توان ارتفاع اولیه آنها را به ترتیب 8 و 12 متر برآورد کرد. گریشمن باستانشناس فرانسوی با احتسابات فرضی ارتفاع نهایی زیگورات را 52 متر می داند و در حال حاضر بخش اعظمی از طبقات اول و دوم این معبد با ارتفاع 25 متر از سطح زمین پابرجاست. هسته مرکزی زیگورات از خشت خام ساخته شده است. خشت هایی که همچنان پابرجا ماندند. در کاوش های باستانشناسی مجسمه های سفالین و لعابدار به شکل گاوهای نر که محافظ درهای ورودی زیگورات بودند به دست آمده است. کشف میله های شیشه‌ای نشان از آشنایی مردمان این مرز و بوم با هنر شیشه‌گری در 33 قرن پیش دارد.
و این همه تنها گوشه ای از تمدن غنی و جاودان مردمان ایران زمین است. گویی که ایرانیان از دیرباز همواره در جستجوی جایگاهی رفیع برای پرستش خدای یگانه بودند و این مهم در تمامی مجموعه های باستانی این مرز و بوم به چشم می خورد. معبد چوغازنبیل در سال 1979 میلادی از طرف سازمان علمی فرهنگی یونسکو در لیست میراث جهانی قرار گرفت. به فاصله کمی از معبد چوغازنبیل و در کنار تپه‌های باستانی هفت تپه، موزه هفت تپه واقع شده که فاصله اش با اهواز 90 کیلومتر است. اجرای بنای این موزه در سال 1339 توسط دکتر عزت الله نگهبان آغاز و در سال 1352 پایان پذیرفت. ساختمان موزه با کاربری معماری بومی و با تناسبی خاص از شرایط جغرافیایی منطقه و با الهام گرفتن از سبک معماری ایلامی بنا گردیده است. در میان یکی از سالن‌های این موزه ماکتی از زیگورات چوغازنبیل به چشم می‌خورد. این اشیا به لحاظ تاریخی مربوط به اواسط هزاره دوم قبل از میلاد می باشد. کاوش های باستانشناسی هفت تپه از نظر کشف متون کتیبه‌ای یکی از حفاری های موفقیت آمیز و نادر است که در ایران انجام پذیرفته است و مهرهای مکشوفه از هفت تپه به صورت مسطح یا استوانه‌ای و از مواد مختلفی چون سنگ و گل پخته و بدل چینی ساخته شده است. ظروف به نمایش درآمده به صورت ساده یا نقشدار و در اشکال مختلفی مانند کوزه های کفگرد و نکتیز، ساغر های پای دکمه‌ای و خمره هایی با کف مسطح و کاسه های کوچک و بزرگ دیده می شود. نمایی از سنگ نبشته ها و آلات و ادوات جنگی و آلات موسیقی، پیکره ها و مجسمه های از الهه باربری و نوازندگان عهد قدیم و گورهای خمره ای در این موزه به چشم می خورد. موزه هفت تپه حاصل رنج‌های بسیار باستانشناسان داخلی و خارجی است و در نوع خود از موزه‌های مادر در ایران محسوب می‌شود. در قسمت بعدی برنامه سفر پر رمز و راز خود را در استان خوزستان ادامه می‌دهیم.